دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان ناهنجاری های فک و صورت اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصص ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت ماهیانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بر شما عزیزانم. باز دوباره مطابق معمول روزهای جمعه ساعت 10:30 به وقت شب ایران، 10:30 شب ایران و 11 صبح به وقت لس آنجلس و احتمالاً 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک و ایالات دیگه هم که یه ساعت بعضی با ما اختلاف دارن میشه ساعت 12 شون، اونایی که 2 ساعت اختلاف دارن میشه 1 بعد از ظهر. به هر حال خیلی خوشحالم که یه بار دیگه جلوی این دوربین با شما در ارتباط هستم. با نام و یاد خداوند جان و خرد برنامه خودم شروع میکنم امروز. در ابتدا چون سال نو مسیحی رو ما هفته قبل جمعه بود و از شنبه سال نو شد، من به همه این سال رو تبریک میگم. امیدوارم که در سال جدید ما یک تغییرات عمده‌ای در ارتباط، حالا غیر از این که شما روز ظاهر و فیزیک زندگی و مبلمان و یا هر چیزی که میخواین تغییر بدین یا بخواین یک لباس‌های جدید یا جولری جدید بگیرین، اونا رو من بحثی در مورد اونا ندارم. بحث من در مورد اینه که من ببینم، حالا اقلا حرفمون اینه که من امسال در این سال چقدر تونستم با سال قبلم متفاوت باشم، امروز با روز قبلم. گول ما اینه که امروز پیشرفته تر و خردمندتر از روز قبل باشیم و فردا از امروز بیشتر، چون وقتی کار بکنیم با در حقیقت ذهنمون یا کاگنیتیو بیهیویرال تراپی که ما انجام میدیم، یعنی ببینیم که توی زمیرتون تفکرتون چی هست، چون همونا منتقل میشه و تبدیل میشه به رفتار، آن چیزی رو که ما طرز تفکرمونه، باورمونه، همونها تبدیل میشه به رفتار. در ابتدای برنامه میخواستم بازپخش برنامه رو بگم، روزای شنبه ساعت 2 بعد از ظهر برای ایران هست، روزهای یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر برای لس آنجلس و که میشه 9 شب به وقت نیویورک، ایالات مختلف ساعت های مختلفی رو این به هر حال بازپخشش رو انجام میدم. و تشکر میکنم از تمام کسایی که چه تلفنی چه توسط تمام این رسانه‌های گروهی از فیسبوک، توی تلگرام یا توی اینستاگرام پیغامای زیبایی دادن و من خیلی متشکرم از همتون، از اینکه توجه میکنین. پیغام منه برای شما، من اینجا چیزهایی رو که میذارم توی این قسمت ها، تکنیک های رفتاری، تکنیک هایی که
برای تغییر زندگیتون، برای خوشبختیتون لازمه. چون وقتی من تفکرم رو تغییر بدم و کلامم رو تغییر بدم، چون کلام ما اقتدار ماست و با این کلام ما میتونیم خودمون رو زمین بزنیم. وقتی خودمون به بدی یاد میکنیم، وقتی خودمون رو ناچیز و حقیر فرض میکنیم، وقتی فکر میکنیم که ما لیاقتش رو نداریم، همه اینها کلماتی رو که ما میگیم قدرت داره و میره برای ما سرنوشت ساز میشه. پس سرنوشتتون رو با کلماتی که قدرت آفرینه، کلماتی که خودتون به خوبی یاد بکنیم و یاد بگیریم تغییر تفکر رو، یاد بگیریم که یه جور دیگه مطابق قبل فکر نکنیم، یه جور دیگه تفکر رو داشته باشیم، ببینیم نتیجه چی میشه. نمیتونیم بگیم که نه من عادت کردم که همش روی منفی ها فکر کنم، روی گذشته فکر کنم، چرا چرا بگم، کاش کاش بگم. ببینیم وقتی میگین ای کاش، وقتی که کلمات منفی رو به کار میبرین، تمام آثار جانبیش رو متوجه خودتون میکنین. حالا البته در این مورد من صحبت میکنم. در مورد این کتاب رمز موفقیت و ذهن خلاق میخواستم بگم، کسایی که سفارش داده بودن برشون پست شده و به زودی به دستشون میرسه احتمالا تا دوشنبه، و کسایی که میخوان این کتاب رو سفارش بدن میتونن از طریق وبسایت من سفارش بدن و در ایران هم با تلفن 0919-793-2933 هم میتونید کتاب رو سفارش بدیم و هم مشاوره بگیریم. من یه 15 تا 20 دقیقه مشاوره رایگان دارم و مشاوره تلفنی با ایران، یعنی مشاوره‌ای که تراپی هستش دارم، خیلی هم تأثیرگذاره. چون اصلا خود APA یعنی انجمن روانشناسان آمریکا تایید کرده که میتونیم از طریق اینترنت، از این طریق تراپی بکنیم، میتونیم کار بکنیم و تأثیر گذاره. حالا به خاطر بعد مسافت خب یه عده‌ای نمیتونه، حتی تو خود امریکا کسایی که خب نمیتونن حضوری شرکت کنن، راهشون دوره، از اون طریق ما میتونیم این سرویس ها رو بگیریم و بیایم خودمون رو متحول کنیم. در سال جدید با خودتون شرط ببندین، یعنی یکی از رزولوشناتون باشه، یکی از تصمیمات اهدافتون این باشه که یک تغییر کلی در زندگی خودتون به وجود بیارین. یعنی اگر تفکرتو تغییر کنی و تفکر ثروتمندی، تفکر موفقیت، تفکر خوشبختی رو که تمام اینا تکنیکاییه که شما تنهایی نمیتونین. اتفاقا من با کسی صحبت میکردم، به من زنگ زده بود یه خانمی، ببینیم ما ممکنه بریم بخونیم کتاب رو، یه چیزایی رو بخوایم یاد بگیریم، ولی خود شما قادر نیسته که از طریق اون مطالعاتی که میکنین خودتون رو تغییر بدین. چون درست مثل این که شما وقتی میخواین یه خونه رو بسازین، ممکنه تمام اطلاعات این که چطوری بسازین و چقدر مصالح میبره، یا توی امریکا خب هستش که اینا مثلا بیشتر با چوب و اینا ساخته میشه، میتونین اینا رو پیدا کنین توی اینترنت، ولی بخواین تبدیلش کنین به یک ساختمون، حتما نیاز دارین که از یه آرشیتکت و از یه متخصص استفاده کنین. این دیگه قانونشه، مثل که خودتون نمیتونین عمل جراحی بکنین روی وجودتون، اینم عمل جراحی مغزه، نمیتونین انجام بدین خودتون. من یه تلفن میگیرم. درود بر شما، بفرمایید. الو، سلام به خانم پروین نظامی، دکتر گل همیشگی. مرسی اصلا منو به خاطر میارید. درود بر شما. من تلفن زدم که اولا سلام میکنم، بعدا از طرف خودم، خانوادم، تمام مردمان خوب ایران و فارسی زبانان سال نو به شما و خانواده گل همیشگیتون تبریک بگم. انشاءالله که هر روز سالم باشید، هر روز خوش باشید، هپی باشید
و هر روز درود. سال نو برای شما باشه. آخه برای شما هم همینطور، درود بر شما، برای شما چون ما انسان‌های مثل شما واقعا احتیاج داریم عزیز من. هم من نمیخوام زیاد مزاحمتون بشم، اخر اکسایده بودم که بیام و با شما صحبت کنم. در ضمن از تلویزیون تصویر ایران از طرف خودم و از تمام مردم ایران تشکر میکنیم که بهترین تلویزیونه. هر کس که در این تلویزیون میاد واقعا فهمیده هستن. خانم دکتر، من ما همه شما رو دوست داریم و از شما از این برنامه خوبیتون یک دنیا تشکر میکنیم. روز خوبی داشته باشید، ویکند خوبی داشته باشید. بدونید زهره همیشه شما رو دوست داره و برای شما دعا میکنه. آخه عزیزم ممنونم، قربون شما. خانم زهره اسمتونه، از کجا زنگ میزنین؟ از عزیز من خانم پروین گل دکتر، من از مریلند تلفن. آه مریلند عزیز من، من ببخشید حافظم یاری نکرد. به هر حال شما خیلی باحال حافظتون از همه بهتره جان. خیلی واقعا ممنونم، شما اینقدر واقعا لطف کردین، منو اکسایتد کردین و من خیلی نهایت تشکر دارم و امیدوارم که واقعا همه بتونن استفاده کنن و این روش ها رو به کار ببرن، که کسایی هم که به من در ارتباط هستن میگن که ما تمام اینا رو می نویسیم، کار میکنیم با خودمون. خب به هر حال تغییرات کلی میتونن بکنن، ولی مثلا کسی که اشکال مثلا OCD داره یا مثلا وسواس فکری داره یا دیپریشن، حالا شروع دیپریشن، یا به هر حال یک مسائلی در ارتباط با اختلاف با همسرش داره یا با دوست پسرش داره و خودشون وقتی نمیتونن سلوشنی پیدا کنن، به هر حال ممکنه رابطه خرابتر بشه. این که ما همیشه نیاز داریم که از این متخصص استفاده کنیم. درسته که آگاهی ها رو کتابا میده، اینا میده، ولی اونا خب خوبه، ولی به کار بردن اونا هم خیلی مهمه. و در ضمن باز هم گفتم حتما نیاز داریم که با متخصص مشورت کنیم. یاد نگرفتم جامعه ایرانی شکی درش نیست، با اشخاص مثل شما کار کردن واقعا واقعا من به شما قول میدم به هر جور مریضم باشن خوب میشن. خانم دکتر قربونتون برم، خیلی افتخار میکنیم، لطف داریم، واقعا دوستتون داریم و من از شما خواهش میکنم که این کار رو میکنید. به تمام کارکنهای تصویر ایران از قول من، خانوادم و همه مردمان ایران، همه فارسی زبانان تشکر کنید از برنامه های خوبی که دارن. واقعا همگی اونها زحمت میکشن. دوستتون داریم. من خیلی دوست دارم با شما بیشتر صحبت کنم ولی نمیخوام مزاحمتون بشم. نه خواهش میکنم، من خیلی هم خوشحال. آرزوی اول سلامتی و شادی برای شما دارم. من یه سوال دارم از شما خانم زهره. آیا شما با این روش هایی که من توی تلویزیون صحبت میکنم و تکنیک هایی که میگم، آیا شما باش کار کردین و نتیجه گرفتین؟ من این برای من مهمه. آها این مهمه که شما اون تغییر خیلی مهمه، خیلی به من کمک کرده. این من 100% به شما میدم، قول میدم به شما. بله من همینطور که اون دفعه اومدم روی اربش لطف دارید، من شکر خدا خانواده خوبی دارم، ولی با این تکنیکایی که شما میفرمایید در روی در برنامه‌تون خیلی بیشتر به من کمک کرد. یعنی واقعا زمین تا آسمون رو فرق کرد. خدا رو شکر، این هدف من. یعنی من میگم اگر کلام من و روش های من تونست حتی یک نفر از میلیون ها اون بیاد و زندگیش متحول بشه، اون گول من، مسئولیت من، اون رسالتی که من دارم و تعهدی که دارم به جامعه عزیز ایرانی، که من واقعا افتخار میکنم که ایرانی هستم، افتخار میکنم فارسی زبانم، افتخار میکنم به تمام در حقیقت اون میگم ما انقدر به عنوان یک ایرانی انقدر خصوصیات زیبا و خوبی داریم که من تو جامعه دیگه پیدا نکردم. خیلی چیزهای یونیک داریم، خب خیلی هم اشکالات داریم. حالا ما رو اشکالات چرب میزنیم، اونا رو رفع کنیم، ولی واقعا هم باید به خودمون افتخار بکنیم که اون همدردی رو با هم دارن علی رغم اینکه حالا میگن
الان میگن تمدن اومده و یه سری نمیدونم اینترنت اومده و مردم زیاد، ولی باز هم هنوز مردم به درد هم دیگه میرسن، مخصوصا اگر مثلا توی ایران یکی بخوره زمین همه میدونن میخوان کمکش کنن، یا اگر یکی یه اشکالی پیدا کنه. اینا نشون دهنده اینه که چقدر ما این حالت ها رو، نوع پرستی رو داریم. و بالفطره ببینین، ما به عنوان یک انسان به صورت بالقوه و بالفطره تمام اون صفات خوب رو توی وجودمون هست. حالا میایم از طریق تربیتی که از طریق خانواده میشیم، خب اینا ممکنه که یه مقدار تغییر بده رفتارهای ما رو، ولی ما درونمون اون عشق به محبت، خدمت و ایثار و بخشش اصلا توی فطرت ما هست. وقتی که ما برگردیم به اصل فطرت خودمون، اون در حقیقت رسالت انسانیمون رو زندگی کردیم. رسالت انسانی ما این نیست که من آدم متولد شدم پس آدمم، نه. هر وقت که آدم متولد شدی و کار کنی تا انسان بشی، و اون انسانیت هستش که ما رو دیفرنت یا متفاوت میکنه از بقیه موجودات، چون ما عقل داریم، شعور داریم و ناطقیم. حالا پس از اینها ما واقعا کمال استفاده رو باید بکنیم و تو اون در حقیقت وادی بریم که من به عنوان یک انسان رسالت همین نیست که فقط منافع شخصی خودم رو بخوام بهش برسم و زیر پا بذارم آدمهای دیگر رو به خاطر اینکه من به اون گل و هدفم برسم. یاد بگیریم که در کنار هم و با هم میتونیم از همدیگه خودمون پله بسازیم با عشق و دوستی و محبت. و من خیلی از شما متشکرم برای لطفی که ما باید تشکر کنیم خانم دکتر، خدا رحمت کنه پدر مادرتون، واقعا روزی که شما دیدید روحشون شاد باشه، واقعا من نمیدونم واقعا ازشون تشکر میکنم، واقعا خدا روحشون شاد کنه. گل همیشگی و تحویل جامعه ایران و این کشور آمریکا دادن. خانم دکتر نظامی، جونم عزیز، بدونید خیلی ها از برنامه شما استفاده میکنن و تشکر میکنن، خیلی ها، یعنی اون شخصی هم که برنامه شما رو یا وقت نمیکنن ببینن یا اجرا نمیکنن، اونا لوزر هستن، اونا واقعا به ضرر. نه، ما برنامه های من رو توی یوتیوب میتونن سر فرصت ببینن. تو یوتیوب بزنین دکتر پروین، یعنی youtube.com/DrParvinNizami، تمام برنامه تلویزیونی من هست، میتونن سر صبر تو یوتیوب ببینن. اگر حالا میگم ما تلویزیون ایرانی نداریم یا نمیتونیم، خیلی قشنگ از طریق اینترنت میتونن. و خیلی ها تو اروپا من میدونم همه میگن ما اصلا برنامه های شما رو فالو میکنیم از طریق همون یوتیوب. بنابراین خب این به نفع خود اونهاست که اگر کسی دوست داره و اون تغییر رو میتونیم، تغییر پویا رو در خودمون حس بکنیم و این خیلی مهمه. خانم دکتر، چیزی که منو اذیت میکنه، من الان نزدیک 40 سال توی کشور هستم ولی افتخار میکنم که ایرانی هستم. بین همه فرهنگام رفتم، من میدونم تمام فرهنگا خوبه ولی واقعا فرهنگ ایرانی is the best. چیزی که منو ناراحت میکنه، متاسفانه بعضی از ایرانی ها موقعی در این کشور میان به سختی، مثلا ازشون اگر یکی بپرسه، من خودم دیدم، با چشم دیدم، با گوش شنیدم که ازشون میپرسن where are you from، اینا اصلا نمیگن ما ایرانی هستیم و خیلی که اصرار بکنن کجا هستیم که پرژه. واقعا باید افتخار کنن ایرانی هستیم. خب ببینین، من اونم با آشو در موردش صحبت میکنم که چطوریه. اگر این کار بکنید، من یک دنیا ازتون ممنون هستم، من همیشه ما ممنون هستیم. قربون شما، من چون روی خط هستش کسی، من ممنونم از شما. حتما در مورد این که چرا میگم من ایرونی نیستم صحبت میکنم. قربون شما، مرسی برای همه چی. روز و شب خوبی داشته باشید، ویکند خوبی داشته باشید. شما از گل من و خانواده و همه به خانواده گلتونم این سال نو رو تبریک بگید و همچنین به تمام کارکنهای تصویر ایران همه تبریک بگید. خدا نگهدارتون. قربون شما، درود بر شما. ببخشید تلفن قطع شد. درود بر شما، روی خط هستیم. سلام خانم دکتر
پروین نظامی. درود بر شما. انشاءالله که سال نو مبارک باشه. ممنونم. برای شما دوستتون داریم. وقتتون رو نمیگیرم. خواهش میکنم. خیلی دوستتون دارم. یعنی تمام حرفای شما تو قلبم حل شده، تو مغزم جا گرفته. ولی شما چند بار پیش فرمودید که شما اگه هر کسی هر کاری میکنه ببخشید، ولی اگه یکی دلتونه بشکنه شما بهش اعتماد داشته باشی، اطمینان داشته باشی و خیانت بهتون بکنه. من از لحاظ مادیات حرف نمیزنم، برای اینکه گذشتم از اون. این کسی که میگم خواهر منه. خب در 30 میلیون پول منو خورد بدون این که به من بگه معذرت بخوام. چجوری من به مادیات اصلا توجهی ندارم. خداوند یه لغمنان با من کاملا داده. من شما رو خیلی دوست دارم زنگ زدم. قربونه شما. خیلی دوستتون دارم. منم شما رو دوست دارم. حالا شما به من میگه من چجوری ببخشم، چون دل من شکنده. نه نه اجازه بده. مهم نیست برام. نه ببین اجازه بدین، من به یک کسی اطمینان میکنم و انان اختیارمو میدم دستش، یعنی پولمو میدم دستش، درسته؟ بله. بعد شما اطمینان داشتین دیگه که این پولو وقتی دادین به دست ایشون مدرکی ازش نگرفتین، درسته؟ خواهرم بود. نه اصلا مهم نیست. ببینی این اشکال جامعه ایرانی تو امریکا، حساب چی میگن کاکا برادر، بنابراین اینجا اگه یکی بخواد به نزدیکترین کسیش هم چیزی رو بده، یک چک بانکی، یه رسید. و این که حالا من به خاطر اینکه خواهرم بهش اطمینان میکنم، غیر از شما من باز یه خانم دیگه هم بود که چند ماهی پیش که پولم رو دادم رفتم به برادرم به کلت دادم، تمام ارثیه منو که سهم من بود، چون من امریکا بودم اون ایران بود، تمام ارثیه منم گرفت و دستم به جای من نیست. وکیلم که صحبت میکنم میگه خودت بهش وکالت تام دادی که بره مثلا دنبال کارا. بنابراین خب این من هستم که اشکال دارم که میام و اعتماد میکنم. خب وقتی من اعتماد کردم ضربش هم ممکنه بخورم، ممکنه هم از اعتمادم درست باشه و واقعا هم اون خواهر من، اون برادر من به من ضربه نزنه. ولی بهترین کار اینه که اون کار درست رو از اول انجام بدیم. اگر همون شما میفرمایید که من اصلا میگم من از اون پول گذاشتم. نه نه من کاری ندارم، همون باعث میشه شما الان اشکال. شما میگین این میگین من چجوری این دلم رو آروم کنم. نه دلتون رو نه، ببینید اینجا اشکال خودتون بوده که نیومدین یک مدرکی داشته باشین که بتونین بهش بگین خیلی خوب من این پول رو بهت دادم، اینم مدرکمه، ولی حالا اگه نداری من نمیرم اقدام بکنم و اونجوری خیالتون راحته. ولی اینکه حالا من دلم شکست یعنی چی؟ یعنی اعتماد کردی. اونم اینجا میگه وقتی که حرف پول میاد و احتیاج پیش میاد، آدم ها دیگه همدیگر رو نمیشتسن، خواهر خواهر رو نمیشتسه، خواهر برادر رو برادر خواهر رو نمیشتسه. وقتی که یه چنین دسپرت میشه یا برای پول یک حالا قرض داره یا هرچی، بنابراین اینجا مسئول که ببینین یاد بگیریم توپو برد نکنیم تو زمینه هیچ کس. من مسئولیت منه، من این ریسکو من کردم. ببین شما ریسکی کردین، درسته؟ و به اون خانم من گفتم وقتی که تو ریسکی میکنی میری اونجا تمام وکالتتو میدی به برادرت و اون برادرت روی مثلا اموالی که حالا از پدر مادرت مونده بوده اقدام میکنه، یعنی اونو وکیل تامل اختیار میکنی. ولی میتونستی با یه وکیل دیگه صحبت کنی، بهش بگی که خیلی خب من میخوام به این وکالت بدم در حدی که بتونه مثلا این املاکو در حقیقت تقسیم بکنه، ولی هیچ اجازهی برای فروشش نداره، اجازه فروش دست خودمه، این فقط وکالت اینو داره که به. ولی خب چون آگاه نبوده یک چنین کاری ریسکه دیگه. خب معلومه اون وقتی که بعضیا آدم ها چشمشون به پول میفته تغییر میکنن و این کار رو انجام میدن. آدم با برادر خواهرش این برنامه رو نداره، ولی خب همین. حالا در این حال من فقط روزای جمعه روز شماری میکنم که صورت خوشگلت ببینم. آه جانم. و دوستتون دارم، فقط روزای جمعه من شما رو میبینم.
حالا روزای دیگه هم میتونیم ببینین شنبه. آخه جونم باعث افتخار ما ایرانی ها هستی. شما لطف دارین، من خیلی ممنونم از اینکه میتونم یک عضو مؤثری باشم، یک مهره مؤثری در رابطه با اینکه ما چطوری میتونیم احساس بهتری داشته باشیم. واقعا خدا رو شکر، واقعا من خیلی دوستتون دارم. قربونتون برم، مرسی، خیلی ممنون. صورت خوشگلتون از راه دور میبوسم. خیلی لطف دارین، منم شما رو دست گرمتون رو فشار میدم و میبوسمتون. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. حالا میریم برای آگهی، جایی نرین، همین دور و بر باشین. الان برمیگردم. خب درود مجدد بر شما، برگشتیم از آگهی ها که یه خورده شما هم از که دل خوشی ندارین، ولی خب یه 4-5 دقیقه به هر حال تحمل کنین، مسئله حل میشه. یک موضوعی رو اون خانم مطرح کردن، خانم زهره، که گفتن معمولا ایرونی ها، بعضی هاشون، البته همه نه، وقتی ازشون میپرسی کجایی هستی میگه پرشین، یا به هر حال یک جواب اونطوری نمیدن، دوست ندارم بگن ایرانی هستیم. خب این برمیگرده به اون حقارتی که آدم ها تو وجودشون هست. یعنی اگر از اینکه ایرانی هستید حقارت در وجودتون احساس بکنید، حالا این حقارت ممکنه که از طریق محیط، خانواده، اطرافیان، ایرانی هستی پس هر چی که میخوان بگن، ولی این حقارت اون فرده که خودش ملیتش رو مخفی میکنه، اشکالیه که اون آدم داره. ما افتخار میکنیم به ملیتمون و به فرهنگ غنی ایرانی، ما حافظ داریم، سعدی داریم، مولانا داریم، این همه مفاخر شعر و ادب داریم و نمیتونیم انکارش بکنیم، پس ما از اونجا میاییم. بنابراین نمیتونیم ماهیت و ملیت خودمون رو مخفی نگه داریم، و اگر بکنیم داریم خودمون رو پشت یک پرده سیاه به عنوان فیک. شما هستین، ایرانی هستین، وقتی خودتو مخفی میکنی حقارت رو در خودت بیشتر میکنی و فکر میکنی که اگر یک ملیت دیگه بودی مثلا احترام بیشتری داشتی. نه، یاد بگیریم با همین ملیتی که فرهنگ غنی که ما داریم، نمیخوایم شعار بدیم خصوصیات ایرانی ها رو. شما چرا جنبه های منفی شو در نظر میگیره؟ ما خیلی خیلی از تمدن اگر حساب بکنین تمدن خیلی خیلی قدیمی داریم، و جایی که حتی زنها اجازه صحبت نداشتن، ما در دوران هخامنشی پوراندخت، آزرمیندخت رو پادشاه بودن. پس بنابراین ما وقتی برمیگردیم به اینکه ما از کجا اومدیم و چقدر قدمت تاریخی داریم و زبانمون چقدر غنیه، علی‌رغم این همه هجوم اقوام مختلف به کشور ما، از تاتار رو نمیدونم عربا، هر جوری که بگین، زبان فارسیمون رو نگه داشتیم. ببینیم ما اون فرهنگ و آداب و عاداتمون رو حفظ کردیم. این خیلی حسن ماست به مملکتتون و به ملیتتون افتخار بکنین. هر وقت نکنی داری خودت رو حقیر میکنی. وقتی که خودت رو قبول نداری، وقت نمیتونی در جامعه فرد مفیدی باشی. من مخفی کنم هویتمو، چرا؟ شرم دارین؟ نه، ما آنچه که هستیم رو من حاصلش هستم که نشون میدم. تا
ترس از تایید نشدن، که اگه بگم اینه اینو منو تایید نکنم، چه اهمیتی داره کی درباره ما چی فکر میکنه؟ مهم رفتار شما ملاکه. اگر شما رفتارهای اشکالدار رو انجام بدین، داریم به آداب و فرهنگ خودتون خیانت میکنیم. ما باید سمباله همون جایی رو که در موردش داریم صحبت میکنیم، میگه من ایرانی هستم، سمباله یک ایرانی پاک نهاد. همیشه ایرانی ها به این مسئله بسیار معروف هستند، مهمان نوازن، کمک میکنن به هم دیگه، دوست دارن هم دیگه رو، یه جوری پشت هم دیگه هستن. حالا چیزای اشکالداری هم داریم، خب حالا ما میخوایم اونا رو، چیزیه که مسئولیتیه که من حالا به عهده گرفتم تا جایی که میتونم اون اشکالات شرطی های رفتاری رو که برخلاف میل انسان ها به خاطر رفتارهایی که از بعد تولد تا 7-8 سالگی از طریق خانواده 75% شخصیت ما شکل گیری شده، خب اینا میتونه اون شرطی ها و عاداتی که اون بچه کوچولو تصمیم گرفته و همطوری ادامهش اگر بدیم، اون رنجش ها رو، اون حقارت ها رو، اون ترس ها رو، یا به اندازه کافی خودمون رو لایق و خوب نبینیم، اینا برمیگرده به اون رفتاری که با ما شده. حالا ما میتونیم برگردیم به هویت واقعی خودمون. ما با ارزشیم، ما قابل احترامیم، ما هوشیاریم، تمام این خصوصیت یک انسان ناطق رو ما داریم. ولی وقتی خودتو ناچیز میدونی، من بدبختم، من شانس ندارم، وقتی که اینها میگن چرا من اون کار رو اون موقع نکردم، چرا اون مسئله اونجوری شد، کاشکی، این چقدر دارین آسیب میزنین به خودتون. چون ببینین ضمیر برتر ما هرچی رو که من بهش میگم میپذیره، هیچ قضاوتی نداره، عملکردهاش اینجوریه. رو اونا من دارم بیسیکلی با افراد کار میکنم که اونا رو ترمیمش کنین، درستش کنین، اونو تغییرش بدین تا بتونین اون عزت نفس رو، اون ترس از تایید نشدن رو، اون توقعات و انتظارات رو، اون قضاوت های بیجا رو، تمام اینا آسیب میزنه به ما. بعد این کارو میکنین هر روز، دارین آسیب میزنین به خودتون. رفتاره انفعالی تهاجمی آسیب میزنه به ما. پس حالا من یه تلفن جواب بدم. درود بر شما، بفرمایید. جانم بفرمایید روی خط. سلام خانم، درود بر شما، بفرمایید. خانم دکتر، عرض کنم خدمتتون که من تقریبا 40 سالمه، از نظر مالی هم خیلی بعضم خوبه، الهی شکر، خدا شکر، خیلی تامینم. از نظر شغلی هم خیلی بعض شغلیم خوبه، مناسبه، اما متاسفانه از نظر ارتباط با مثلا روابطم با دوست آنچنان صمیمی و مهربونی ندارم. یعنی تا اونجا که تونستم سعی کردم که ارتباط دوستانه با اطرافم ایجاد بکنم، حتی تو محیط کار، ولی خب حالا نمیدونم حرفاشون، ارتباطاتشون برای من هیچ جذابیتی نداره. یعنی در محیط کار که زیاد نمیتونم با افراد صمیمی بشم، چون قابل اطمینان نیستن که بخوام تو زندگی شخصی واردشون بکنم. حالا نمیتونم چجوری بگم، حالا نه از نظری که چون بخوام باهاشون قاطی بشم حساس مسائل بعدن پیش میاد، بعد کلن فامیل آنچنانی هم ندارم، ولی با هرکی که ارتباط برقرار میکنم تا یه حدی خوبه. یعنی یه مقدار سادگی میکنم، حالا مسائل زندگی رو مطرح میکنم، ولی اونطوری که باید صمیمیتی از افراد نمیبینم و مرور ارتباط قطع میشه. خب ببینید، اجازه بدین یک مسئله مهمی که مطرح، شما کجا هستین اولا؟
از ایران زنگ میزن. ازدواج نکرده؟ چرا، ازدواج کردم، جدا شدم. بچه نداری؟ نه خیلی بچه ندارم. وضع مالی من میگم فوق‌العاده خوبه. الهی شد 3-4 تا خونه درست حسابی دادم، اجاره دادم، شغل خیلی خوبی دارم. خدا رو شکر. یعنی از این نظر اصلا هیچ مشکل ندارم. یه مقدار خوب به هر حال ارث بوده، یه مقدارم تلاش خودم بوده تو این سالها. ولی کلاً میگم که نمیتونم با آدم ها ارتباط، یعنی نمیخوام بگم من الان آنالایزتون کردم، یعنی یه اسکنی که از شما کردم، همینطوری با حرفاتون و وجودتون رو حس کردم. اینی که اولا که شما اون در حقیقت اطمینان رو به دیگران وقتی میگه ندارین، بنابراین شما چیکار میکنین؟ اینجا سانسور دارین، سانسور رفتاری با خودت دارین، ترس هایی که ای بابا اگر میخوام مسائلم با این مطرح، یعنی صمیمیت رو من به وجود میارم. من لازم نیست تو ببینید محیط کار که یه سری تیپای خاصی هست، همه با شخصیت هم همه قابل احترام هستن، ولی در حدیت هم نمیتونم اصلا اینا در چیز نیستن، محیطی که نمیشه اصلا اینا رو قاطی کرد. بعدم اصولا تا کنون هر وقت با کسی صمیمی شدم یه سری اطلاعات آدم از آدم میگیره، بعد از که چیز میشه یا شاید شوابطش رو قطع میکنه. حالا ببخشید یا برده باید باج بدم که من از این روش اصلا خوشم نمیاد، یعنی برای خودم نمیخوادم. خب شما اشکال دارین دیگه، شما اشکالای تفکری دارین، اشکالای رفتاری دارین، اشکالای توقع دارین، تمام این چیزایی هستش که پدرانای شماست. همینطور که داریم بیان میکنین نشون میده که اون نگرش منفی داریم، میگیم باج میخواد. وقتی که شما تو تفکرتون این هستش، اولا که من همیشه با تمام مریضان، با تمام کلاینتام که صحبت میکنم، بهشون میگم شما نریم با دوستاتون درد و دل کنین، بگین که من یه همچه اشکالی رو تو خانواده یا با دوست پسرم، با شوهرم، با بچه‌م دارم، حالا چیکار کنم؟ اون میگه اینو بکن، اون یکی میگه اون کارو بکن. اونا بر مبنای تجربه های شخصی، بدون آگاهی، بدون درایت، بدون در حقیقت دانش، بر اساس اون تجربه خودشون، مثل این که مثلا پدر مدل پدر بزرگ، مادر بزرگ و عمه و خاله بزرگ رو بری باشون مشورت کنی، اون قدیما اونم بر مبنای تجربه های خودشون اینو بکن اونو، حالی که الان متخصص وجود داره. شما میتونین با یک آدمی که نه درباره شما قضاوت میکنه، میتونین که اطمینان کامل داشته باشین که حرف شما جایی گفته نمیشه. حتی ما اجازه نداریم اگه کسی بیاد بگه من یکی رو کشتم اون چند سال پیش، ما باز اجازه نداریم گزارش پزشکی بدیم. حالا خیلی داستانم اونا یه چیزاییه که خیلی مهمه. بنابراین این اعتماد به آدم ها، خب نمیتونی اعتماد کنی، درسته، ولی وقتی که میگه حرف که از دهان در میاد، تا موقعی که توی ذهن منه، من سلطانشم، حرفی رو که از دهان من بیرون میاد دیگه بایستی من اسیرشم، من بردشم، بعد دنبالش برم که جمع جورش کنم. پس یاد بگیرین سخن رو کجا داریم بیان میکنیم، با کی، با چه کسی، اینا مهمه. بعد صمیمیت به این نیستش که من از اونا بخوام. ببین هر وقت که من انتظار داشته باشم یکی به هم لطف بکنه، یکی به اول اون سلام بکنه، اول اون به هم محبت کنه، اول اون نشون بده صمیمیت رو، هیچ وقت never، حواستون باشه، هیچ وقت وقتی متوقع یکی دیگه اونا رو به شما بده، همسرم به من دوست دارم نمیگم، گفتم نمیگه، یاد بگیر. حالا که شما توی تراپی هستی تو بگو من دوست دارم. ببین عزیز من باید شروع کنم، وگرنه منتظر عشق، منتظر دوستی، منتظر صداقت، صمیمیت، هر چی که باشی از یکی دیگه انتظار داشته باشی، بشینی که اون اول شروع کنه، اینو never انجام نمیگیره، never ever. چیزی که انجام میشه اینه که من خودم مسئولم، شروع میکنم پدرن ارتباط قشنگ رو با اون به وجود میارم. ولی در هر حال من همیشه از طرف من بوده، همه جوره اشکال نداره، من اونقدر دادم یک صدومش هم نگیرین. آهان اصلا نگیرین، هیچ عیبی نداره. میگه که تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانه در. اگر اون آدم ها آگاهی ندارن، نمیتونن اون پاسخ محبت شما رو دن، محبت شما گم نمیشه. جا
جایی جوابشو میگیرین. انتظار و توقع رابطه ما رو خراب میکنه. وقتی که من 6 دفعه 4 دفعه میگم سلام کردم، اون مثلا نیومد به من سلام کنه، باز میگم خب چرا اون اول سلام نکرد؟ اشکال نداره، اینا چیزایی نیستش که من بخوام از اونا کدورت به دل بگیرم. این نشانه آگاهی، هوشیاری، دان درایت شماست که به اونها گیر نمیدین. به این چیزا، این چیزایی که من دارم با این جامعه آفرین معلومه، برای اینکه آدما رفتارشون اگه برای شما مهم باشه یعنی که من دلغکم، منتظرم اون وقتی من بهش میخندم بهم بخنده، وقتی اخم میکنم اونم اخ کنه. نه، آدما دلغک نیستن، منم دلغک نیستم، یه پرسونالیتی ثابتی من دارم. من میخوام این لطفو بکنم، من با این صمیمیم، دوستش دارم. یاد بگیرین هیچ وقت روابط خصوصی خودتون رو برای هیچ کس، حتی خانواده، حتی اختلافاتی که با همسرتون دارین، برای هیچ کس بیان نکنین. گفتم بعد دنبالش باید بدوین، دنبال همون، چون آدم ها هیچ تعهدی ندارن. یک کلاغ و 40 کلاغ میکنن، شما میشتبین ناراحت میشین. پس بنابراین بهتره که دقیقا توی روابطم همینو دارم. من اصلا روی حساب و کتاب و سیاست برخورد نمی کنم، ولی دقیقا رو حرفای من میبینم که بعد چند مدت ارتباط میبینم دقیقا رو جمله های من. خب پس یادتون باشه که کلامای کلیدی مشکلاتی که من توی حساب کتاب نیستم. خب یاد بگیرین، حساب کتاب نیست، رابطه است عزیز من. شما نمیتونین بگیم من اینجوری برخورد میکنم، از همه انتظار دارین عین خودتون باشم. اینو من حالا با اتون باز صحبت میکنم، اجازه بدین یه تلفن دیگه دارم، بعد در مورد چرا ایرانی نیستم هم صحبت میکنم، در مورد شما هم باز صحبت میکنم. خیلی سپاسگزارم. درود بر شما، خدا نگهد. الو بفرمایید عزیزم، روی خط هستید؟ الو خانم دکتر با منی؟ بله عزیزم بفرمایید. بله، ممنون از برنامه و وقت خوبتون. خواهش. من میخواستم بگم که من یه دختری دارم هلوش 29-30 ساله که و تو شاخه های پزشکی داره درس میخونه، دیت و این چیزا میره، منتها هر کسی رو دیگه عنوانی رد میکنه. کمترین چیزی که پیش میاد مثلا فلانی یکی دو تا دروغ بهم گفت، فلانی مثلا اینجوری با هم برنامه درست کرد. الو خانم دکتر من دارم میشتم. بله عزیزم. بله، یا مثلا اون یکی اینجوری برخورد کرد، به هر عنوانی رد میکنه و فقط هم شاخه های پزشکی رو قبول داره که احیانا بیان سمتش، حتی مثلا کسایی که دکترای مثلا مکانیک، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی نمیدونم چی داره، هیچ کدومو در رده خواسته هاش نیستش. حالا میخواستم ببینم من باید با این شخص چه کار کنم؟ شما نمیتونین کاری بکنیم. ببینین همه مادرها یا پدرها زنگ زن ما چه کار کنیم؟ شما یک نقش دارین برای بچه‌تون، نقش مادر. نمیتونین نقش تراپیست و مادر بازی کنین، نقش دکتر و مادر بازی کنین. اون آدم نیاز داره که کمک بگیره، به خاطر اینکه حالا پدرناش اینه که بدبینه یا حالتایی که از نظر تفکری داره باید یه آنالایز بشه. چون من با خودش که صحبت نکردم که ببینم این رو حرف شما، من که نمیتونم برای اون نسخه بپیچم. مهم اینه که اون آدم حالا پدرنای دوران کودکیش چی بوده، چجوری تریتش کردین شما به عنوان یه مادر، هر چیزی که در ارتباط با شما بوده میتونه و در ارتباط با خانواده میتونه الگوهای رفتاری اون رو و عادت‌های شرطی شده رو در اون به وجود آورده باشه. پس این نیاز داره که یه بررسی درست بشه، یعنی کمک باید بگیرین. حالا من نمیدونم کجا هستین و اگر بخواین من یه مشاوره رایگان، چون الان وقت منم گفتن تموم شده، میتونین یه مشاوره رایگان من 15 تا 20 دقیقه با تلفن من، اگر آمریکا هستین یا اروپا، یعنی کشورهای ایالات مختلف آمریکا میتونین بگیرین، ایران هستین میتونین بگیرین. به هر حال یه مشاوره رایگان من بهتون میدم که اگر بخواید من باهاتون صحبت میکنم، بعد اگر لازم شد دخترتونم قبول کرد با ایشون هم باید صحبت کنم. اوکی؟ ببخشید من این مشاوره رایگان خوب استقبال میکنم، منتها میخوام ببینم که دخترم باید با این مشاوره رایگان اول بگیره یا خودم باید. نه بدین دخترتون، من باید با دخترتون صحبت کنم، چون شما که نمیتونیم
من نمیتونم آنالایز کنم پجانه های شما رو، اون باید با کلامش میتونم خیلی چیزا رو درد بکنم، با تفکرش آشنا بشم، تو همون 10-15 دقیقه میتونم ببینم که کاری چجوری میتونیم برای اون یک کاری انجام بدیم که بتونه براش مفید باشه. به همین آفیستون زنگ بزنید؟ بله زنگ بزنین، اگرم جواب داده نشد شما مسیج بذارین، خودتونو بگین که من روی خط اومدم و نشونی بدین که برای دخترم بود و من برمیگردونم تلفنتونو. ممنونم، خیلی لطف میکنید، خدا خیلی لطف بده. خواهش میکنم عزیزم، خدا نگه قربان شما. ببخشید که وقتمون تموم شد، من در مورد این کتابم باز ذهن رمز موفقیت و ذهن خلاق و این سی دی که دوتا میتیشن توش داره و در مورد مسائل کتاب صحبت شده، کتابیه که خیلی نکات مهمی توش برای شما داره و میتونین این کتاب رو یعنی یک کامل یه ارزیابی باوراتونه، باور ما چجوری به وجود میاد، مکانیزمای دفاعیمون چیز و ذهن آگاهمون کارش چیه، ذهن ناخودآگاهمون چی کار میکنه، عشق رو چجوری تجربه کنیم، خوشبختی از کجا میاد، چجوری ما میتونیم اعتماد به نفسمون رو بالا ببریم، از چجوری میتونیم ارزیابی کنیم اعتماد به نفس خودتون رو، میتونین ارزیابی کنین سوالای مختلفی در رابطه شده که خودتون رو میتونین ارزیابی کنین و ببینین کجا قرار گرفتین و قانون مغناطیس ذهن هستش که ذهن ما این رو داره که حدود 30-40 ساله که کشف شده که ما ذهنمون داره یه امواج الکترومغناطیسی است که میره و هم نام خودشو جذب میکنه، بگی منفی بدی منفی ها رو میاره، مثبت بدی مثبت ها رو میاره و به خاطر همینم ما دیگه چون مسکه وقت من تموم شده، من باز میگم برای 20 دقیقه مشاوره رایگان میتونه همتون از همه جای دنیا زنگ بزنه، از ایران فقط چون ممکنه متقاضی چون زیاد هستش با دفتر من اول هماهنگ بکنین که چون تایمای ما هم ما 11 ساعت و نیم از ایران تو لس آنجلس که هستیم عقب هستیم، بنابراین میتونین با دفتر من هماهنگی کنین در ایران با نماینده من در ایران 0919 793 2933، 0919 793 2933 هم کتاب رو سفارش بدین، هم مشاوره رایگان بگیرین، هم مشاوره بخواییم برای تراپی بگیرین، همه اینا رو میتونین از اون طریق هماهنگی کنین کسی که در ایران هستن. و خیلی متشکرم از آقای اندرو اتاق فرمان که با من همکاری کردن و از شما عزیزانی که لطف دارین اینقدر و واقعا منو خیلی خوشحال میکنه که تونستم اون تحول رو در تفکر شما در زندگی شما به وجود بیارم و این هدف منه و وقتی که احساس میکنم هدفم در حقیقت گولم به حقیقت پیوسته بسیار خوشحال میشم. و اینجا در مورد کتاب جادوی باوری که نوشتم در دفعه بعد براتون فهرستاشو میگم که چجوری تفکر انسان چیه، مسئولیت ما چیه، باوری محدود کننده اونو چجوری تغییر بدیم، مشکل اصلا چیه، چگونه عادات مثبت رو شرطی کنیم. خیلی کتاب جامعیه که زیر چاپ هستش، ایشالا به زودی خدمت رو ارائه میشه که اینا بمونه یادگاری از من که نسل به نسل بتونه ازش استفاده کنن. خیلی تشکر میکنم از آقای اندرو و از همه شما، تا درودی دیگر همه تونو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگه داره. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی،
عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.